گنجیست رایگان، گنجیست رایگان دل بی کینه داشتن. خورشید وش ضمیر چو آیینه داشتن. ساکن شدن به کوی محبت تمام عمر، با مهر دوست الفت دیرینه داشتن. آینه چو می نپذیرد فروغ مهر، بیهودگیست حسرت آینه داشتن. محراب عاشقان دل امیدوار ماست، از مهر روی تو بر سینه داشتن. یک دم ز نور روی تو چون بر دل افتد، بهتر ز خیل گوهر و گنجینه داشتن. چامیس از یعقوب طبری، یکی از بینندگان برنامه در گذرگاه در پهنه بیکران زبان پارسی. به نام خدای ایران و به نام هممیهنان و ملت بزرگ ایران و با درود به یکایک که بینندگانی که در سراسر گیتی در هر نقطه از جهان این برنامه یا بازپخش اون رو میبینند، برنامه در پهنه بیکران زبان پارسی رو از تلویزیون پارس می آغاز. خب هممیهنان، یکی دو سه پرسشی که از من یا وسیله تلفن یا در ایمیل و یا در فیسبوک شده براتون، یعنی برای پرسش کننده می خونم و پاسخ میدم، شما هم از پاسخش آگاه میشی. سرور پورچیستا زرتشت، پورچیستا زرتشت پرسیده شهر زادگاه کمبوجیه چه نام دارد یا جایی که فرمان روایی میکرد. پاسخ: در تاریخ ها اومده فقط نوشته شده که پدر کوروش، یعنی کمبوجیه دوم، در شهر پارس زندگی میکرده و در شهر پارس بوده. در برخی از تاریخ ها اونجا رو انشان گفتند یا انزان، الف نون شین، الف نون یا الف نون ز و الف نون. در تاریخ ها اومده که امروز همون منطقه رو میگن خوزستان، اما دقیقا کجای خوزستان، خوزستان یه استانه، کجای خوزستان بوده روشن نیست. ضمناً من گمان نمی کنم که پدر کوروش اصلا در خوزستان بوده باشه، به احتمال نزدیک به یقین در همون پاسارگاد و یا شهر پارسه بوده. پرسش دومی که ایشون کرده اینیست که میگه تیره بختیاری از تیره های بسیار کهن ایرانیست و چه تیره ایست؟ نامش رو میتونید بگید ببرید یا نه؟ پاسخ در این روشنه که بختیاری ها یا لورها یک گروه از ایرانیان بسیار نژاده و کهن هستند. پیوندی اینها دارن، پیوندی است که میان ماد و پارس، یعنی تیره پارس که در پارس و خوزستان زندگی میکرده و ماد که در کردستان و کرمانشاه و آذرآبادگان بوده. خب مسلمه چهار تیره ای که ایران رو ساختن، تیره پارس، تیره پارت، تیره ماد و تیره سکا، اینها در درازای این 6000 سال در هم آمیختن. دیگه ما نمیتونیم یه ماد مستقل یا یک پارس دست نخورده پیدا کنیم در یک تیره ای. بنابراین این دور گمان میره که بختیاری ها ترکیبی از ماد و پارس بوده باشه. سرور آریا پارسی، من چون میدونم که این نامهایی رو که این دوستان مینویسن و برای خودشون برمیگزینن نامهای ساختگی است، بر این پایه میگم، چون برخی از اینا در ایران زندگی میکنن و اگه میدونستم که نامهای راستینشون هست نامشون رو نمیگفتم، چون ممکن بود مورد آزار این دستاربندان قرار بگیرم.
به هر حال سرور پارسا پارسی، سرور آریا پارسی میپرسه فرق میان، پرسش جالبه، پرسش در خور نگرشه، میگه فرق میان شاه و پادشاه و شاهنشاه چیه؟ آیا دنباله پرسشش، آیا با نگرش به این که پیشوند پاد در آغاز واژه وقتی میاد معنای زد را میدهد، مانند پادزهر، پادافند که همون شده پدافند و پادآوا و دیگر. پاسخ سرور پارسی: گروهی اندک چنین پنداشتند که پادشاه در واژه پادشاه پاد به معنای زده و پادشاه یعنی زد شاه، صرف نظر از این که اصلا معنی نمیده، ولی برای خودشون یه دلیلی آوردن که چون شاههای کوچکی زندگی میکردن، یکی که بزرگتر بوده میومده اونا رو سرکوب میکرده، بهش میگفتن پادشاه، یعنی زد اون شاه. نه، این استدلال بسیار مسخره و دور از بررسی های تاریخیه. باید من به ترتیبی به اون روشی که خود شما پرسیده اید پاسخ بدم. نخست شاه. شاه در زبان پارسی به معنای بزرگه، فقط بزرگ یک تیره، بزرگ یک قبیله، بزرگ یک چیزه میگن شاه. شما بسیار شنیدید واژه های شاه توت. شاه توت یعنی توت بزرگ. شاه رود، رود بزرگ. بعد شاه رگ، رگ بزرگ. و شاهکار و و و همه اینا. پس شاه به معنای بزرگه. شاهنامه اون خلخالی دیوانه ابله خیال میکرد که شاهنامه یعنی زندگی شاهان. اصلا در درون اون شاهنامه بعضی وقتا میبینیم به شاه تاخته به طور ضمنی. با کیکاووس هم چیزی زیاد خوب رفتار نکرد در زمینه مسائلی که در شاهنامه نوشته. نامم یعنی کتاب، مثل رستم نامه، مثل پارسی نامه و مانند اینها. بنابراین شاهنامه یعنی کتاب بزرگ. پس معنی شاه رو فهمیدیم، شاه به معنای بزرگ. اما در زبان پهلوی، حالا نمونه دیگری دارم براتون میگم، به استانهایی که یه منطقه یک سرپرست بزرگ داشت شاه به اصطلاح بهش میگفتن، شاه اون استان نه شاه کشور، به اون میگفتن. مثلا برای گیلان میگفتن گیلان شاه، خارزم شاه و مانند اینها. این نشون میده که شاه بزرگی است که کوچکتر از اون شاهی است که شاه یک کشوره. اما شاههایی که تاج و تخت داشتن، یعنی شاه یک کشور بودن، این زبان فارسی واقعا زبان شگفتی آوریه. به قدری دقیق تمام این مسائل براش نامهای ویژه داره که آدم بدبختی نیست که نمیریم بررسی کنیم ببینیم چه فرقی است بین شاه و پادشاه. پادشاه از دو بخش پاد و شاهه. این پاد به این دوست ارجمندم آقای پارسی میگم، این پاد به معنی پیشوند نیست، این پاد به معنای یک واژه است. این در اصل پات بوده، پ الف ت. در زبان پهلوی بسیاری از ته هایی که داشتن وقتی آمده به زبان پارسی دری، پارسی امروزی، شده دال، مثل تیتن یا دیتن که شده دیدن، آوردن، آورتن بوده و و و از اینا زیاد داریم ما. پس این پات بوده، پات یعنی تخت شاهی، و کسی که رو تخت میشسته بعد یک کشور فرمان میرانده میگفتن پاتی شاه، یعنی شاهی که رو تخت میشینه. بعد در زبان پارسی امروزی داله شده ته و حالا میگفتن پادشاه. در ضمن پادشاه نگویید، درست غلط نیست، ولی درستش پاتیشاه یا پادشاهه، پادشاه.
بعد پرسیدند که این شاهنشاه یعنی چی؟ شاهنشاه یعنی شاه شاهان. شاهنشاه اول شاه شاهان بوده، بعد اضافه مغلوب شده، شده مثل قد سرو که شده سرو قد، اینم شاه شاهان شده شاهنشاه، یعنی امپراتور، پادشاهی که بر چندین کشور فرمان روایی کنه به اون میگفتن شاهنشاه. حالا این واژه در لاتین امپراتوره، در فارسی شده شاهنشاه. چه کسانی هستن لایق شاهنشاه بودن؟ نادر، کوروش، داریوش، خشایارشا، انوشیروان و اینها. اینها چندین کشور زیر دستشون بودن، بنابراین بهشون میگفتن شاهنشاه. شاهنشاه یعنی شاه شاهان، شاهان جمع اون یکی مفرد شاه شاهان. بدبختانه باز اون بیماری بت‌سازی و بیماری تملق گریبان پیرامونیان رو گرفتن. حالا کشوری که دور و برش رو قیچی کردن، افغانستان و تاجیکستان و ترکمنستان و قفقاز و فلان و فلان همه رو گرفتن ازش، حالا یکی اون بالا مثلا مثل احمدشاه هم میشست شاهنشاه. به محمد رضا شاه میگفتن شاهنشاه. کجا چند تا کشور دست محمد رضا شاه بود؟ به رضا شاه هم میگفتن شاهنشاه نیست؟ اینا شاه بودن، شاهنشاه نبودن. شاهنشاه یعنی شاه شاهان. نداریم الان در جهان کسی که شاه شاهان باشه، حتی ملکه انگلستان، تمام مستعمرات شد دستش رفت. سرور علی مقدم، من قبل از اینکه بپردازم به دنباله این سخنها، خواهش میکنم هم اکنون همکاران من در اتاق دیگری، چون در اینجا تلفن زنگ میزد ممکن بود تفکرها اندیشه ها منحرف بشه، جای دیگه هستن، زنگ بزنید و کتاب های حالا اون کتاب های من رو هر جوری دلتون میخواد میتونید آبونه بشید، یه دو مثلا 100 دلار، 50 دلار، 10 دلار، 20 دلار آبونه بشید، کتاب نخرید، ولی اگر خواستید کتاب بگیره، هر کتابی 50 دلار که بخشی از اون کمک میشه به تلویزیون، بپردازید به همکاران من که الان در اتاق دیگه هستن و براتون با امضای من پست میشه براتون میفرست. و اما پرسش سرور علی مقدم، پرسیدن که سود بردن از واژه یکی در کنار صفت عالی مانند بهترین، زیباترین، بزرگترین و دیگر ترین ها آیا درست است یا نه؟ مانند یکی از بهترین هنرپیشگان، آیا این واژه ترکیب درست است یا نه؟ پاسخ: بیگمان درست است، اما معناش فرق میکنه. شما اگه یکی رو بذارید جلوی صفت عالی و نذارید، معنا فرق میکنه، ولی غلط نیست. حالا براتون نمونه میارم. زمانی که شما میگین یکی از بزرگترین سرداران تاریخ، یکی از بزرگترین سرداران تاریخ، یعنی در تاریخ چندین یا چند سردار بزرگ بودن، یکی از اونها ایشونه. حالا ایکس نادره مثلا، نمیدونم ماوس تونگ، ایکس ایگره که هر کی، یکی از بزرگترین سرداران تاریخ رو وقتی میگید یعنی میان چند سردار یکیش این بود. بعد اما اگر این واژه یکی رو به کار نبریم و تنها بگوییم در فلان، بگیم فلان کس بزرگترین سردار تاریخ، یکی رو نگفتیم دیگه، یعنی این شخص از همه سرداران بزرگتره و همتای او کسی نیست. البته ادعایی بسیار سنگینا، ولی غلط نیست، نظریه از نظر فارسی و دستوری غلط نیست. پس یکی از بزرگترین در میان چندین بزرگتر یکیشو میگه، و یا بزرگترین یعنی آدمی که از همه بزرگتر و همتای او کسی نیست. سرور
آرمین. حالا نمیدونم منظورش آرمینه، چون آر رو علاوه نوشته بود یه خود فاصله داده بود نوشته بود پین. میپرسه همتای پارسی واژه فدرال چیست؟ سرور ارجمند، جانشین پارسی واژه فدراتیو و یا فدرال به دید من استانهای همبسته است. استانهای همبسته مثل امریکا. در امریکا که از 50 کشور یا 50 استان تشکیل شده، استانهای خودسالار، تمام این 50 ایالت امریکا در درون کار خودشون مستقلن، بجز این 4-5 تایی که میسپرم، در بقیه کارهاشون مستقل، قوانینشون مستقل. این چیزایی که تابع دولت فدرال هستن، دولت همبسته، دولتی که این بر همه همبسته ها نظارت داره، ارتشه، امور خارجه است، پست، اداره مالیاتیه، اینا تابع دولت مرکزی هست. بقیه اینها رو مثلا پلیس محلی دارن، یه پلیس فدرال هم دارن البته. بنابراین فدراتیو به نظر من میشه استانهای همبسته. سرکار بانو فرح پروانه میپرسه واژه زهرا که خودش نوشته بیگمان تازیست، در پارسی چه معنا میدهد؟ سرکار بانو پروانه، واژه زهرا در زبان پارسی به معنای درخشنده است، یا درخشان و یا روشن. زمانی که من در تهران بودم، در یکی از کویهایی که زندگی میکردم همسایه داشتیم، بانوی بود نامش درخشنده بود. چه زیبا، چه اصراری دارید که شما به جای زهرا نگید درخشنده. درخشنده یا رخشنده یا رخشان یا رخشا، همه اینها معنی روشن میده. ازهر یعنی درخشنده تر. شما میدونید به خورشید میگن ازهر یا درخشنده تر از، میگن ازهر من الشمس. ازهر البته با ز می نویسن، بعضیا اشتباهن با زین می نویسن ازهر من الشمس، اونم غلط نیست. ازهر من الشمس یعنی ظاهرتر از خورشید، ولی اون با ز درسته. ازهر الف و ز، ه دو چش و ر، من الشمس یعنی درخشانتر از خورشید. از همین ریشه، حالا این خود ازهر رو از کجا گرفتن؟ این ازهر رو یا زهرا رو از زبان فارسی گرفتن، منتها در زبان فارسی میگفتن زهره. زهره رو عرب ها گرفتن کردن زهرا، و تازه زهره تازی فارسی باز نیست، از ناهید گرفته شده، از ناهید گرفته شده. یعنی اول میگو فرشته ناهید رو، بعد بردن کردن چون دیدن ناهید یعنی فرشته نمیدونم آبهای روشن، فرشته روشنایی، اینا هم بردن زهره و ازهر رو درست کردن و این زبان واقعا ازهر، ببخشید فاخر، زبان فاخری که عربی زبان فاخره. کجاش فاخره؟ همه رو از ایران دزدیده. 2000 واژه من پیدا کردم در کتاب، در جلد دوم در ژرفای واژه ها بسیارشو نوشتم، از فارسی بردن اونجا، بعد عربی شده، جاشو عوض کردن، شده کوشک رو کردن جوسق. خب معلومه هر کی بینه نمیفهمه این جوسق دگرگون شده کوشکه. سرور احمد علی آقا دینی یا افارینی، نمیدونم اینطور که نوشتم، به جای واژه تأسیس نوشته چه جانشینی در زبان پارسی داری؟ به جای تأسیس، پاسخ
به جای تأسیس میتونیم واژه بنیادگذاری رو بذاریم. بنیادگذاری و مؤسس یعنی بنیادگذار. مؤسس یعنی بنیادگذار، مؤسسه یعنی بنیادگذارده شده، تأسیس یعنی بنیادگذاری. حالا این بنیاد فارسی تازه دگرگون شده است از بنلاد زبان ساسانی. در زبان ساسانی لاد یعنی دیوار، پی دیوار رو میگفتن بنلاد. منوچهری میگه لاد را بر بنای محکم نه، که نگهدار لاد بنلاد است. خب بنلاد از پهلوی ساسانی وارد پهلوی پارسی امروزی شد، شد بنیاد. اشکالی هم نداره، یک زبانی بود دگرگون شد، بنلاد شد بنیاد. حالا گروهی تازی پسند از اینجا این واژه رو بردن به زبان تازی، کردن بنیان، دارو کردن نون، همین عوض کردن، بعد بنیه رو ازش ساختن. فلان کس بنیش قویه، یعنی بنیادش کهنه. بنابراین این بنیاد فارسیه و بنیان نگین. من دیدم بسیاری بنیان گذاری می نویسن، غلطه، بنیاد گذاری درسته. سرور تورج محمدی، ایشون در خارج از ایرانه، می نویسه می پرسه خواهش می کنم بگویید واژه قلدرم بلدرم یعنی چی؟ قلدرم بلدرم. پاسخ: نخست این که سرور تورج، درست این واژه اولدرم بلدرمه، نه قلدرم بلدرم. اولدرم یا اولدرم بلدرمه، بله اولدرم بلدرم، قلدرم نمیشه، نه قلدرم بلدرم. دوم این که این واژه ترکیس اصلا، داد میزنه ترکیه. معنای اون اینه میکشم، اول دارم یعنی میکشم، بل دارم پاره میکنم. پس اول دارم بل دارم یعنی میکشم و پاره میکنم. و در زبان عامیانه هم هنگامی که یه نفر کسی رو بخواد تهدید کنه و به قول معروف قپی بیاد، بهش میگن که اول دارم بل دارم داره میکنه. بعد خب داریم یه 7-8 دقیقه. مهندس چقدر ما وقت داریم؟ سپه جان؟ بله هم رو مانیتور بذاریم هم میبینم. بله بسیار، ما 5 دقیقه وقت داریم. اگر همیهنان پرسشی دارن میتونن زنگ بزنن، تو این 5 دقیقه ما میتونیم پاسخشون رو بدیم، وگرنه میمونه برای هفته بعد، چون این هفته بیشتر راجع به مسئله تلویزیون باید سخن میگفتیم. خب تا اینکه اینها پاسخ یعنی پرسش تلفنی کنم، پرسیدن سمبولیسم دال ب، نمیدونم سرور یا بانو دال ب، پرسیده سمبولیسم فارسیش چی میشه. سمبولیسم فارسیش میشه نمادسازی، یا سیمبولیسم یا سیمبولیزم میشه نمادسازی. پرسیدن مؤثر، میگن فلان دارو مؤثر بود، این فارسیش چی میشه؟ پرسش جالبیه، یعنی فارسیش میشه کاری، این دارو کاری بود. الو بفرمایید. درود بر همیان استاد انقطاع. درود بر شما. سپاس از برنامه این خیلی واقعا گرانقدرتون. من یه پرسش داشتم. خواهش میکنم. ببینم واژه جایگزین واژه تروریست، میشه ما واژه هراسگر بذاریم؟ چون هراس کم ترس، گرم که صفت، بله صفت واهلیشه، میشه هراسگر. بله. فکر میکنم هم یا هراس آفرین،
فکر میکنم که همزبانای افغانی ما از واژه وحشت آفرین استفاده میکنن که وحشت عربیه. هم وحشت عربی هم دهشت. فراد جان شمایی؟ بله بله با سپاس با درود سپاس شما هر کاری بکنیم از صدات. آقا شما به نظر من اینو بدون تعارف و مداهنه میگم برو تو همین کار و خیلی پیشرفت کردی و داری میکنی و اینها رو یادداشت کن، یادداشت‌ها رو بردار برای من بفرست، ما با هم کار میکنیم و اینها رو برای تنظیم میکنم به نام خودت در جای چاپ کن. بسیار خوبه، کاملا سخن درسته. من هر چی دارم از شما دارم. نه خواهش میکنم. و این علاقه رو شما در ما ایجاد کردید، برنامه‌تون واقعا بی‌نظیره، بی‌ماننده. خواهش میکنم. عرض کنم که یکی این که اگر 3-4 هفته پیش یادتون باشه زنگ زدم راجع به واژه نظارت از شما پرسیدم که گفتم به نظر شما میشه واژه پایش رو گذاشت و شما فرمودید نگرش درست داره. یه چیز خیلی جالبی که دیدم اینه که آقای روحانی وقتی تو سازمان ملل صحبت میکرد جای واژه نظارت واژه پادمان رو به کار برد. پادمان پایدن. پادمان بله. خلاصه خواستم بگم مثل که آقای روحانی هم به برنامه شما نگاه میکنند جناب. نه اگه من دیگه مساهم همیهنان نمیشم با درود بیکرم. من معتقدم فراد جان خوشی رو قطع نکنید، با هم صحبت کنید. ببینید این یکی از اینها تروریسم اسم آخرش یا تروریسم به قول آمریکایی‌ها، این میشه هراس آفرینی. دقیقاً همونی که شما میگی دقیقاً. حالا اگه تروریست بخوان بگن که میدونید دیگه اسم فاعل میشه، میشه هراس آفرین و کاملا درست. هم تروریسم به نام هراس آفرینی درسته و هم تروریست به نام هراس آفرین. بله. یک جهان سپاس، خوشحال میشم که همیشه راجب واژه پادمان هم مثل که آقای روحانی به برنامه شما نگاه کرده بودن. خدا نگهدار. اگه اینطوره الو بله 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 اگه اینطوره به نظرم آقای اوباما هم به برنامه نگاه کرده که درود گفت. بله. مثل که حسن حسین به برنامه شما مثل که بله حسن حسین برنامه رو گوش میکرده. قربانش رو سپاسگزارم، خدا نگهدار. بله این دوست ارجمند من که به وسیله همین تلفن ها و اینا با یکدیگر بیشتر آشنا شدیم و به راستی بسیار پژوهشگره، واقعا لفظ پژوهشگر درباره ایشون صدق میکنه، نکته های بسیار جالبی رو کشف میکنه. یه بار گفت چاقو، بسیاری خیال میکنن چاقو ترکیه، چه و قاف توشه، گفت نه این به نظر من چاکوه یعنی چاک دهنده. درست میگه، چاکو چاک دهنده و فارسی هم هست. بینندگان ارجمند، زمان من در اینجا به پایان رسید. با سپاس از یکایک که شما که زمانی از وقت خودتون رو به این برنامه دادید، همگی رو به خدای بزرگ میسپارم. آنان که دهان خلق را میدوزند غافل که شرار سرکشی افروزند، چون آتش انقلاب گسترده شود خود در وسط آتش آن میسوزند. روز و روزگار بر شما خوش، تا درودی دیگر بدرود و پاینده ایران.